بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما حاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام و ادب و احترام و شاد باش دارم خدمت شما بینندگان شبکه های جهانی امام حسین علیه السلام و آقا امام عصر ارواحنا له الفدا. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. سلام که انشاءالله برای همگی شامل و پیام رسان سلامتی باشه. و اما شاد باش به خاطر ایام شادی اهل بیت، میلاد عقیله بنی هاشم، بی بی زینب کبرا سلام الله علیها. در پنجمین روز از ماه جمادی الاول بانوی به دنیا اومد که تنها قرارش حسین بود سلام الله علیهم اجمعین. خدا رو شاکرم که امروز همین توفیق رو دارم از استدیوی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام و در همجواری با حرم مطهر آقا سید الشهدا با برنامه زنده سلام کربلا در خدمت شما بزرگواران باشم. امیدوارم هر جا هستید صحیح و سالم باشید. و همچنین افتخار این رو دارم در خدمت جناب شیخ قاسم رجبیان کارشناس محترم برنامه همراه با شما هستم. الحمدلله رب العالمین. انشاءالله امروز برنامه‌مون شامل دو پارت 30 دقیقه اول در خدمت جناب استاد رجبیان هستیم و ادامه بحث آیه‌های قرآنی که در ارتباط با غفلت بود رو این بزرگوار ادامه میدن. بعد از اون انشاءالله به یاری خدا صدای شما به کربلای معلا برسه. اجازه بدید بنده به نیابت از شما و خودم خدمت جناب استاد رجبیان عرض سلام و تبریک و خوش آمد داشته باشم و انشاءالله برسیم به بحث هایی که مونده. جناب استاد سلام علیکم و رحمت الله. به استدیوی برجش مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام خوش آمد. علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیزی که هم اکنون از جای جای این کره خاکی ما رو دنبال میکنه. من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. خدا انشالله به شما سلامتی بده. اگر بزرگواری بفرمایید چون عزیزان بینندمون تشنه این مورد هستند که آیه هایی که در ارتباط با غفلت هست و نیمه کار مونده رو بزرگواری بفرمایید توضیحاتش رو انشالله کامل کنید. خواهش میکنم. در خدمت ما در توقیع حضرت یه اشاره‌ای به
خواب غفلت کرده بودن، بله، که میفهمه که از آنچه که رخ میده شما پند بگیرید و از خواب غفلت بیدار بشید. یک سری آیاتی رو حالا گلچین کردیم و توضیح دادیم که ببینیم خدای تعالی در مورد غفلت که همون خواب غفلته چی فرموده. رسیدیم به آیه ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا يكسبون. کسانی که به ملاقات روز رستاخیز خدای تعالی ایمانی ندارند. پس می‌بینیم که یکی از نشانه‌های غفلت هم میشه گفت و هم میشه گفت یکی از علامات غفلت و نتیجه غفلت، یعنی هم علامت غفلت، همین که غفلت اگه اومد این نتیجه رو برای ما در بر خواهد داشت، نداشتن ایمان به روز قیامت، به معاد و اون چه که خدای تبارک و تعالی وعده کرده. وعده کرده، یعنی این که ما همه چیز رو محدود در همین دنیا بدونیم و خوشنود به این زندگی دنیا باشیم، دلخوش به همین زندگی دنیا باشیم، فکر کنیم اگر هر آنچه در این دنیا بود همونه، اگه یک کسی مورد ظلم واقع شد این دیگه عاقبت سوخته‌ای داشته و اگر کسی ظالم شد این عاقبت خوبی داشته، زندگی خوبی داشته. همه چیز رو خلاصه در همین دنیا بدونه، اینها از نشانه غفلته و تکیه کردن بر اینها. خب حالا این نشانهایی است که خدای تعالی میده، کسانی که ایمان به روز قیامت ندارن، لا یرجون لقاءنا بلقاء ما، ایمانی ندارن و راضین به همین حیات دنیاویشون، زندگی دنیاویشون، و به همون خوشنودند. و کسانی که از آیات ما غافلند. این همه نشانه های خدای تعالی در همین دنیا، در دنیایی زندگی میکنیم که الا ماشاء الله نشانه های خدای تعالی هست. از مثلا جنگل و رودخانه و کوه و بیابان و دریا و اینها که برای تفریح انسان میره، مملو از آیات الهی است که انسان میتونه تدبر کنه در اونها. سبحان الله. و خدای تعالی غفلت از اینها رو، بی توجهی نسبت به این آیات و نشانه ها رو علامتی میبینه که بعداً فهمیدن که همه اینها اولئک مأواهم النار به ما کانوا یکسبون. نار، جهنم، آتش، از این آیات گرفته تا نمونه های دیگه. و مثلا کسی که ظلمی میکنه و میبینیم که خدای تعالی البته صبوره در این دنیا، مثلا اینجوری نیست که فلفور یک کسی تا ظلم کرد نتیجهش همون موقع ببینه. الان ما در کشور عراق نشستیم، دیکتاتور قبلی کشور عراق چقدر ظلم کرد، امروز کجاست؟ معاویه ها و بن العباس ها و اون ظالمینی که اومدن و به مردم و به دین مردم ظلم کردن، الان عاقبتشون کجاست؟ اینا همه باید تدبر کنیم درش. اینا آیات و نشانه های خداست. اونایی که اهل خیرند، اونهایی که اهل خیرند، اونهایی که اهل خدا هستند، در راه خدا هستند، فی سبیل الله هستند، اونها چه عزتی دارند. زهیر مگه الان جزء اصحاب حضرت سید الشهدا نیست؟ الان چه عزتی پیدا کرده زهیر؟ اگر در راه خدا نیومده بود الان
خب امثال زهیر ما در تاریخ زیاد داشتیم، ما عثمانی زیاد داشتیم، ما منحرف زیاد داشتیم، اصلا اسمی ازشون نیست. بعضیشون هم اگه اسمی ازشون هست به عنوان اینکه مردم اونها رو لعن کنند، به بدی یاد کنند. اما وقتی که زهیر میاد در راه حق قرار میگیره، وهب میاد در راه حق قرار میگیره، اینها آیات الهی است که ما در تاریخ تدبر کنیم، در همه چیز، از گیاه و جنگل و رودخانه و دریا گرفته تا این گونه مسائل، اینا همه آیات الهی هستند و انواع و اقسام آیات دیگر الهی که همه اینها اگر که ما توجهی نداشته باشیم و غفلت کنیم به اونها، خدای تعالی آتش جهنم رو وعده داده به خاطر اون چه کسب کردیم. اینا کسب مهمه وقتی انسان. پس بنابراین از مجموع همه این توضیحات به این نتیجه میرسیم که یکی دیگه از راههایی که ما در جلسات گذشتم، راههایی که مانع از غفلت میشه رو عرض کردیم، راههایی که غفلت رو میز و دایت عرض کردیم. پس توجه در آیات الهی، تدبر در آیات الهی، اینها هم غفلت زدائی میکنه هم مانع از غفلت. این یکی دیگه. وقتی که حضرت تذکر میدن در باب پرهیز از غفلت، اینها تدبر در آیات الهی است. و ایزن و ایزن آیات کلام الله مجید، آیات قرآن، اینها هم آیات الهی است. تدبر در قرآن، تدبر کنیم قرآنی که در کلمه کلمه اش، در حرف حرف اون، بی نهایت معنا و بطن خوابیده. بطن داره دیگه. هر چقدر تدبر کنیم، تفکر کنیم، هنوز جا داره. یکی از بزرگترین و بهترین مصادیق آیات الهی که ما باید به او توجه کنیم، تدبر کنیم، تفکر کنیم، آیات کلام الله المجید. مردم مسلمان باید روزانه از آیات کلام الله المجید استفاده کنن، بهره ببرن. قرآن رو نباید بگذاریم مثلا برای مراسم ختم یا محدود کنیم به ماه مبارک رمضان فقط. لحظه به لحظه، روز به روز، اینها آیاتی است که ما اگه تدبر نکنیم نشانه غفلته و خدای تعالی وعده نار داده، آتش داده. و خدا لعنت کنه اون کسانی رو که نگذاشتن خلیفت الله سر جای خودش باشه و این آیات رو در اثر غفلت، این آیات رو باز بکنن برای افراد، برای مردم. همطور که فرمودید، کلمه به کلمه، حرف به حرفش بطنها داره. این بطنها باز بشه، شاید عده بیشتری از این قهاب غفلت بیدار می شدند و انشاءالله به رستگاری می رسیدن، که انشاءالله به یاری خدا، با همت شیعیان، با اون اعمالی که بزرگان دین، مراجعی که دلشون برای دین میتپه، شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه امام حسین، شبکه امام عصر، سعی و تلاششون این هست که اینها باز بشه برای مردم انشاءالله. مردمی که متاسفانه هنوز در خواب غفلت هستن، انشاءالله بیداری کامل پیدا بکنن. عذرخواهی میکنم جناب استاد. خواهش میکنم. و ایزن همونطوری که حضرت عالی فرمودید، از مصادیق آیات الهی اهل بیت عصمت طهارت که آیت الله العظما هستن، که قرآن ناطق هستن. تدبر در فرمایشات این بزرگواران، تدبر در
اعمال این بزرگواران، تدبر در سکوت این بزرگواران، تدبر در تمام جوانب اهل بیت عصمت و طهارت. در زمان ما تدبر کنیم آیا خدای تعالی که اهل بیت عصمت و طهارت برای ما خلق کرده، لنا عصمتن و ملازا که در دعای نود بمیخونیم، الان امام ما چطور میتونیم الان میخوایم تدبر کنیم، میخوایم بهرمند بشیم، چطور میتونیم بهرمند بشیم؟ میبینیم که مستقیم نمیتونیم. خب حالا دیگه علمای ربانی جامع الشرایط برای ما گذاشتن، خب این یه بعده از تدبر. چرا مستقیم نمیتونیم؟ کجاست اون عینه هایی که در دعای ندبه هست؟ کجاست عینه بقیت الله؟ عینه کجاست؟ چرا نیست؟ در حال یا اهل تحقیقیم یا میریم میپرسیم، میفهمیم که غفلت مردم از مقام شامخ امامت و قطب عالم امکان باعث شد که از خود وجود شریف پیامبر مکرم اسلام اذیت کنند و به شهادت برسونند نهایت، تا تک تک اهل بیت عصمت و طهارت، تا اینکه مشیت خدای تعالی بر این شد که اگر این رونده خب حضرت باید به غیبت بره، از دسترس مستقیم مردم دور باشه، خارج باشه، تا وقتی که این مردم متوجه بشن که چه مقام عظمایی، چه خلیفت اللهی، چه وصی پیامبر مکرم اسلامی در دسترس دارند و قدرشو نمیدونن. وقتی که با این دید نگاه کنیم که این خلیفه خداست، خلیفه رسول خداست، این مقام عظما و شامخ امامت، توجه کنیم، توجه نداریم. اینها تدبراتی است که خدای تعالی میفرماید که در آیات ما باید تدبر کنی، اگه نکنی این خدا غفلت خوندتش و نتیجهش رو آتش خونده. یا در آیه بعدی، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرته هم غافلون، کسانی که فقط ظاهری از زندگی دنیا رو میدونن و آخرت، از آخرت غافلن. تقریبا همین مضمون در آیه قبلی نهفته بود، با اینکه فقط و فقط، و الان شاید بشه گفت اکثر قریب به اتفاق مردم دنیا همینن، اصلا گویی همین دنیاست و بس، گویی اصلا آخرتی وجود نداره. تمام همتشون، حتی اگر برخی متدینن و زبانن معتقد به عالم قیامت هستن، اما گاهی در اعمالشون، در سخنانشون، در حرکات و سکناتشون انسان به دست میاره که گویی که ایشون اصلا معتقد نیست به قیامت، و این نشانه غفلت. یعنی اگر کسی این گونه بود، این غفلت داره، این غفلتی که نه تنها عرض شد در جلسات قبل، نه تنها آخرت انسان رو به باد میده، بلکه دنیای انسان رو هم به باد میده. در آیاتی استاد عذرخواهی میکنم، فقط 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان پارت شما. در خدمتم. در آیاتی تکبر ورزیدن رو، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. تکبر، شاید این تدبر منه، برداشت منه، تکبر به نمایندگی از جمیع صفات رذیل خدای تعالی اینجا آورده. ما در باز جلسات قبل هم عرض کردیم، در روایاتی در اصول کافی هم هست که صفات رذیله و جنود جهل و اینها رو میشماره. بله، حدود 70 خورده ای ما صفات رذیله داریم، من جمله تکبر، من جمله حسادت، من جمله این صفات رذیله ای که اصلا در شأن یک انسان نیست. اینجا میفرماید تکبر، اما نه اینکه این تکبر موضوعیتی داره، فقط تکبره.
یعنی البته تدبر تفسیر نیست، یعنی هر آنچه از صفات رذیله در وجود ما باشد و ما بی اعتنای به اون صفات رذیله باشیم، توجهی نکنیم. چجوری بی اعتنا؟ یعنی سعی در تسکیه اون نداشته باشیم. دنیا همونطوری که علما علم اخلاق میفرمایند، مثل یک، مثلا شما فرض کنید یک جایی که پر از زبال است، بعد یه تیکه جواهر هم اونجا بیفته، به هر حال این متعفن میشه، کثیف میشه، چه بخواد چه نخواد. یک جواهر وقتی که در مزبلدان افتاد، این هم متعفن میشه هم کثیف میشه. با. ما یعنی روح ما، اصل ما، حقیقت ما، هر چقدر که جواهری پاک و تمیز و گرانبها باشیم، وقتی وارد دنیا میشیم، خواهی نخواهی متعفن و کثیف به این صفات رذیله‌ای که تکبر یکیشه، حسادت یکیشه و انتقام جویی یکیشه و و و در روایات اومده. بعد ما وظیفه داریم قد افلح من زکاها، اینا تزکیه کنیم تا به فلاح برسیم، تا به همون حقیقت اولیه‌مون، همون پاکی اولیه‌مون، همون معطر بودن اولیه‌مون برسیم. به حال اومدیم، ممکنه متعفن شده باشیم به این صفات رذیله، به برخیشون، به همشون. غفلت یعنی که سعی در زدودن این صفات نداشته باشیم. لذا اینجا خدای تعالی گویی تکبر رو به عنوان نمایندگی از جمیع صفات بد و رذیله رو ذکر کرده که اگر در وجود ما باشه، خلاصه ایمان به آیات خودم رو از اونها میگیرم، این ایمان انسان ضعیف میشه. نستجیر بالله. یکی از مضرات این که طبق این آیه شریفه ما صفات رذیله رو از خودمون دور نکنیم یا به فکر تهذیب خودمون نباشیم، اینه که خدای تعالی فهمه که من اونا رو از ایمان به آیات خودم منصرف میکنم. گمراه کردن خدای تعالی، منصرف ساختن از ایمان خدای تعالی، به این معناست که خدای تعالی توجهش رو از ما برمیداره. میگه به قول معروف دست از فرد میشوره، میگه بذار هر کاری میخواد بکنه، میکنه که عاقبتش خودش نمیخواد بیدار بشه. در این دنیا ما برای موفقیت در امور مادی و معنوی نیاز مبرم و حیاتی به توجه ویژه، حتی ویژه اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان خلیفه خدای تعالی داریم. اگر این توجه ضعیف شد، اگر این توجه کم شد، اگر این توجه قطع شد، ما هلاک میشیم. به همین، یعنی یک آن توجه خدای تعالی از ما برداشته شدن، همان و به زلالت و گمراهی عجیبی افتادن همان. یعنی ما وجودمون، وجود هدایت شدمون، وجود آرامش داشتمون منوط به توجه خدای تعالی است. هر کدومون که در زندگی آرامش داریم، هر کدوم که هدایت شده ایم، اینها همه یعنی نظر لطف خدای تعالی بر ما هست. ما به شخصه اصلا ضعیفتر از اونی هستیم که بتونیم بدون توجه خدای تعالی واقعش خودمون حفظ کنیم. البته حفظ کردن خود نیاز به زحمت داره، نه اینکه ما هیچ کاری نباید بکنیم، اما با همه این زحماتی که ما میکشیم، اگر نظر لطف خدای تعالی نباشه، ما گمراه خواهیم شد. و در آیه دیگه که بحث آیات رو دیگه اینجا تمام کنیم، فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم بانهم کذبوا به آیاتنا و کانو انها غافلین. خدای تعالی در این آیه فرمان که سرانجام از آنها
انتقام گرفتیم و در دریا غرق کردیم. حالا ما کاری به شأن نزول اینها نداریم، ما میخوام کلی بگم. زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. در این آیه شریفه خدای تعالی فرمود که اگر تکذیب آیات الهی کنید، خب عرض کردم که مثلا این همه نشانهایی که در خلقت هست، این آیات قرآن از مصادیق این فرمایشه، اهل بیت عصمت طهارت از همین مصادیقن و و و و، اگر که تکذیب کردند ما ازشون انتقام میگیریم. خب اینجا از غرق کردن در دریا فرموده، یعنی به بلا گرفتارشون میکنیم، به بلا گرفتار، چون آیات ما رو تکذیب کردن. چرا تکذیب کردن؟ چون غافل بودن. غفلت باعث میشه که انسان آیات الهی رو تکذیب کنه. اصلا غفلت باعث میشه که انسان آیات الهی رو نبینه، به چشمش نیاد، و این خیلی بده، این خیلی بده. حتی ما میگم که در بیابان بریم، در کوهستان بریم، در کنار دریا بریم، در جنگل بریم، در باغها بریم و این همه آیات و نشانه های الهی رو ببینیم و به چشممون نیاد، فقط صرف این که تفریح کرده باشیم، این خیلی بده. قرآن کتاب خدا در دسترس همه ما هست و اصلا مطالعه نکنیم چه رسد به این که بخوایم تدبری در آیات کنیم. اهل بیت عصمت و طهارت اصلا توجهی بهشون نکنیم. اینا همه غفلت از آیات الهی است که به معنای تکذیب آیات الهی است و ما رو مستوجب عذاب الهی میکنه طبق این آیات. تقریبا بحث آیات تمامه و یکی دو دقیقه ظاهرا بیشتر وقت نیست و نمیشه بحث جدیدی رو باز کنم. من در خدمت شما هستم. خدا خیرتون بده. ممنونیم. من پیرو این فرمایش شما هم برای خودم هم برای همه عزیزان میخوایم از خدای بزرگ که عرض بکنیم اللهم لا تکلنا علی انفسنا به طرفت عینا حتی به طرفت عینا. خدایا ما رو به خودمون وا نگذار حتی به اندازه یک چشم بر هم زدنی، چون اگر قرار شد ما به خودمون وا گذاشته بشیم، یعنی از رحمت خدا، از تمام اون چه که خدا به راحتی مفت و مجانی در اختیارمون گذاشته از ما سلب میشه و دیگه مشخصه مأوامون و جامون کجاست. خیلی ممنونم از حضورتون جناب استاد. انشاءالله که همیشه صحیح و سالم باشید. انشاءالله روز سه‌شنبه به شرط حیات باز هم در خدمت حضرت عالی خواهیم بود و انشاءالله حرم مشرف میشید. بینندگان عزیز محترم دو تا شبکه امام حسین و آقای امام عصر رو هم از دعای خیرتون انشاءالله فراموش نمی کنید. ممنونیم از شما و شما عزیزان بیننده. تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و مطمئنم باز هم همراه خواهید بود به خاطر اینکه بتونید صدای خودتون رو به کربلای معلا برسونید. لحظاتی با شما خداحافظی میکنم تا سلامی مجدد باز دوباره در خدمت شما باشم و رسوندن صدای شما به کربلای معلا.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما عزیزان بیننده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، آقا امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالم که باز دوباره امکان این رو داریم انشاءالله صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. عرض تبریک داشته باشید خدمت آقا سید الشهدا، آقا ابوالفضل العباس، ایام ولادت بی بی زینب کبری سلام الله علیها است. بی بی که هر آنچه که می توانست و یکی از شروط ازدواجش با پسر عمش این بود که از آقا امام حسین علیه السلام جدا نشه، ولی روزگار چه کرد بر سر اهل بیت و خانواده پیامبر اکرم. در پارت قبلی راجع به خواب غفلت صحبت شد و غفلت هایی که داشتن مردمان، همین غفلت ها باعث شد که مردمان از حضور ولی خدا به صورت فیزیکی و مستقیم و در دسترس بودن باعث شد جدا بشن. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه. شماره تماس برنامه باز 2-0964-771-6167-100. انشاءالله صدای خودتون رو به کربلای معلا برسونید، بعد از اون که دست جمعی خدمت ارباب قلبها عرض سلامی داشته باشیم، عرض ارادتی داشته باشیم در سلامهاتون، در زیارتتون، هر اون چه که برای خودتون میخواهید برای دیگران هم بخواهید، حاجت ما رو هم مد نظر داشته باشید. ما حاجت بزرگی داریم و اونم اینه که خدا خبر داره، آقا امام حسین علیه السلام خبر داره، شما هم خبر داشته باشید. حاجت ما اینه که بتونیم انشاءالله به بهترین وجه انجام وظیفه بکنیم، ناشر معارف اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به کل دنیا باشیم. و ما میدونیم، مطلع هستیم که تنها قادر به این کار نیستیم، همت و یاری شما حسینیان عالم رو میخواهد که بتونیم انشاءالله این کار رو انجام بدیم. حالا دعای خیر، کمک مالی، کمک فکری، نمیدونم، به هر صورت که هست این رو از آقا امام حسین علیه السلام بخواهید، انشاءالله بتونیم بهتر و بهتر بلندگوی معارف اهل بیت به کل جهان باشیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى إخوانك وأخواتك خصوصا أختك الحوراء زينب الكبرى، السلام عليك وعلى أطفال الحسين المظلومين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زیارت هاتون قبول باشه بزرگواران، امیدوارم خیلی زود و هرچه زودتر سلام هایی که الان از طریق این تصاویر و این دوربین ها که با واسطه زحمت کشان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به شما هدیه شده، خودتون زودتر مشرف بشید و از نزدیک ظاهر امام حسین علیه السلام در صحن و سراشون باشید، در کربلای معلا باشید، همانند زائرینی که ما حقیقتاً میبینیم ماشاءالله به صورت 24 ساعته زائرین مرتب مشرف میشن حرم مطهر آقا سید و شهدا، حالا چه به واسطه این که با کاروان و حمله‌ای که اومدن، اون حمله دار عزیزی که زحمت میکشه راهنمایی میکنه از راه دور و نزدیک این عزیزان رو میاره حرم، گوشه گوشه های حرم و خارج از حرم می ایستن می شینن، بعضن در ساعات نیمه شب واقعا هوا هم سرد به عزاداری و نوح سرایی می پردازن. روزی شما باشه انشاءالله. همینطور که عرض کردم شماره تماس برنامه باز در اختیار شما هست، 2-0-964-771-61-67-100. انشاءالله صدای خودتون رو به کربلای معلا برسونید، دیگران رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. سلام علیکم آقای میر خلف‌زاده، وقتتون بخیر. و علیکم السلام جناب آقا سامان، اسعد الله ایامکم. ما هم عرض تبریک داریم خدمت شما، انشاءالله که شما رو دوباره زود کربلا ببینیم. بفرمایید زاره آقا سید و شهدا باشید. سلامت باشه. من الان نجف هستم انشاءالله. جانم به 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 به، پس از همین الان خدمت عزیزان بینندمون قول بدید آقا سامان. ایداد ظاهرن تماسشون قطع شد، انشاءالله یه بار دیگه تماس میگیرند و قطعا بیننده خواهند بود انشاءالله. ما و بینندگانمون رو حرم مولا امیر المومنین از دعای خیرشون فراموش نمی کنن. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجای میخرزادی عزیز و دوست داشتنی، عرض ادب و احترام از خانک از کمربند میشم. به کربلا خوش اومدید جناب دستانک، انشاءالله همیشه حاجت روا باشید. عرض تبریک خدمت شما هم داریم. بفرمایید ظاهر آقا امام حسین علیه السلام باشید. با کسب اجازه، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم عجل لوليك الفرج و اجعلنا من انصار و عوضال متشدین بین يديك،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار، ولا جعلها الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخ الحسين أبو فاضل العباس أيها العبد الصالح المطيع إلى الله ورسوله إلى أمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. يا أبا عبد الله يا مولاي اشتر علينا وسهل علينا عن حالنا، شافي مرضانا المساكين الصغانا امحان الكرم حب الاخلاق. يا أبا عبد الله يا حبيبي يا حسين السموات دادر مجرى غيمي خبر قبول باشه زيارتتون انشاءالله حاجت روا باشه. ممنون، ممنونیم از تماستون، از این که در حق دیگران هم دعا کردید. خدا انشاءالله به شما جزای خیر بده، انشاءالله زود شما رو کربلای معلا ببینید. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر مستودع فیها عدد محمد. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام حاج آقا، به کربلا خوش اومدید. بفرمایید ظاهر آقای امام حسین آقا ابوالفضل العباس باشید. در تصویر ظریح مطهر آقا ابوالفضل العباس رو داریم. سلام حاج آقا. علیکم السلام. صدای بنده رو از تلفن داشته باشید. میخواستم سلام بدم بابا. الو حاج آقا سلام، میخواستم سلام بدم با حاج آقا. بفرمایید زیارت کنید. بفرمایید زیارت. السلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علی یا مادرم زهرا. السلام علی یا علی ابن ابی طالب. السلام علی یا ابوالفضل علم دار کربلا. یا امام حسین مستعجل بودم خونه نداشتم. یا امام حسین سر زور تا اذان گفتم یا حسین یه خونه کوچیک بده، فقط یک اتاق یک آشپزخونه داشته باشه. رفتم خونه خوابیدم، سر جوهرم اومد با اینکه هیچی پول نداشتیم کرای خونه بدید. یا الله متاسفانه تماس این سرکار خانم قطع شد. قطعا اولین نفر و آخرین نفر نیست که حاجت روا میشه. انشاءالله همگی حاجت روا باشید. و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. حاج آقا سلام علیکم. سامان هستم. و علیکم السلام. بفرمایید زیارت کنید. انشاءالله نجف ما رو و بینندگانمون رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد منی زیارت. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا مولای یا ابا فاضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیک و علی اختک الحوراء زینب و علی عزیزه الحسین رقیه. السلام علیک یا مولای عن اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل، اللهم عجل لوليك الفرج. یا حسین، یا حسین، یا حسین. الحمدلله رب العالمین. شاکر خدا و آقا سید و شهدا هستیم. انشاءالله همیشه حاجت روا باشید. ممنونیم. انشاءالله خیلی زود شما رو کربلا ببینیم جناب آقا سامان. یا علی مدد، یا علی. خدا نگهدار شما.
جانم حقیقتا من که خوشحال میشم وقتی که عزیزی تماس میگیره که من نیت کردم، تماس میگیره آقا جان دارم میام، فلان روز میام، آقا جان من فلان جا رسیدم و الان نجف هستم. همین آقا سامان اگر اشتباه نکنم اون شب جمعه بود گفتش که آقا انشاءالله تا یه هفته دیگه ما کربلا هستیم، ولی خدا رو شکر که متوجه شدیم تشریف آوردن و نجف هستیم. انشاءالله روزی همه شما باشه. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای مرخل افتاده. برادر بزرگوارم به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت. با اجازه میخوام سلام بدم ابا عبدالحسین، از راه دور با قلب نزدیک به نیابت از پدر مادر خواهر برادر قوم کمرسر بد واریس بی واریس کسایی که حاجت دارن حاجتشون برآوردشون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبدالله، السلام علیکم ابن رسول الله، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمة زهرا سیدة النساء العالمین، السلام علیکم ابن خدیجه الکبرى ام المؤمنین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جميعا رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا مولای ابو الفضل عباس یا قمری بنش یا فرزند امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا زینب کبرا، صلی الله علیک یا عزیزة الحسین رقیه، صلی الله علیک یا جواد الائمه، صلی الله علیک یا باب الحوائج یا مصعب بن جعفر، صلی الله علیک یا قد شده. اللهم عجل ولی کل فرج. گوشی آقای مرخل افزاده. خواهش میکنم. الو سلام علیکم. علیکم سلام علیکم آقای مرخل افزاده. علیکم سلام السلام. به شما سلام، به همکاران شما، ساختمان شبکه هم تبریک میگم به همه، به شما، به همکاران شما، به همه که کمک کردن. مبارک آقا سید و شهدا باشه و جزای خیر به تک تک عزیزانی که با قطره قطره اشکهاشون دونه دونه پول آجرها رو دادن. انشاءالله همتشون بالاست، کمک کرده انشاءالله، ده همه مبارک باشد. اللهم آمین. میلاد حضرت زینب کبرا رو تبریک میگم. آقای مرخلف زاده تو رو خدا زیر قبه زیر هست. سلام، اول سلام نمیگم بعد میگم آقای مرخلف زاده تو رو خدا حرم دعا کنید افغانستان خانه شیار خراب بوده. یا حسین یا حسین، طالبان خانه های شهر خراب بودن، زمین هایشان میگره. آقای خلازاده باز در پشت باب بال میشه نماز شکر میخوانن. خدای آب عبدالله که نماز اونها رو قبول بکنه. ما اینجا چی کار هاییم؟ شیعه امیر المومنین چی کار هاییم؟ خدا خودش انشاءالله محافظت بکنه از تمام عاشقان و موالیان آقا امیر المومنین. بفرمایید زیارت بکنید، فکر میکنم شما آخرین تماس باشید. السلام علیکم یا باب، از راه در قلب نزدیک زیارت تو باب عبدالله حسین علیه السلام، به نیابت همه، به نیابت واریز، به واریز، بد واریز، به همه بدر شوهر، مادر شوهر، بچه های پدر مادر خودم، همه خواهر شوهرها، بدر شوهرها، به نیابت همه از راه در قلب نزدیک زیارت تو باب عبدالله حسین علیه السلام. صلی الله علیکم و مولایی آب عبدالله، صلی الله علیکم و مولایی آب عبدالله، صلی الله علیکم و مولایی آب عبدالله. آقا السلام علیکم امیر المومنین و سید المسید، السلام علیکم فاطمه زهرا سید النساء، السلام علیکم خدیجه الکبرى سلام الله علیها، السلام علیکم سار الله و ابن ساره و الوتد الموتو، السلام علیکم ابو الفضل عباس علم داری کربلا، السلام علیکم آسقای کربلا، السلام علیکم یا لبشتگانی کربلا، السلام علیکم قمر منیر بداشیم، السلام علیکم المنین مادر قمر منیر بداشیم،
السلام علیکی یا زینب کبری بنت امیرالمومنین، السلام علیکی یا بیبی جان، یا قهرمان کربلا، یا پیام رسان کربلا، السلام علیکی رقیه بنت الحسین، السلام علیکی علی اکبر حسین، السلام علیکی علی اصغر حسین، السلام علیکی حضرت قاسم و حسن مجتبا، السلام علیکی یا امام حسن مجتبا، یا غریب بقی، یا کریم اهل بیت، آقا جان، مولا جان، خدایا تو دشمنان شیعه امیرالمومنین نابود نابودتر بگردان. اللهم آمین. خدایا تو خود قایب الخلف زاده تو رو خدا در فرج. اللهم عجل، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. خدا انشالله به همگیتون سلامتی بده، انشالله خیلی زود مشرف بشید و از نزدیک ظاهر آقا سید الشهدا باشید. فقط کمتر از یک دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه. من از فرصت استفاده بکنم، ضمن دعا و سلامتی، دعا برای سلامتی و فرج مولامون آقا امام زمان، از خدا و آقا امام زمان میخواهیم که انشاءالله توفیق داشته باشیم بهترین ها رو خدمت شما بزرگواران تقدیم بکنیم و حقیقتاً چشممون فقط به دست خداست و شیعیانی که دلهاشون برای کربلا و حرم امام حسین میتپه دوست دارن همیشه این تصاویر تو حرمهاشون تو خونه هاشون باشه، همت و یاریشون بلنده، باز هم یاری بکنن، استدیوها خیلی زود تجهیز بشه، بهترین ها رو بتونیم تقدیم بکنیم. اللهم عجل لولیک الفرج. انشاءالله زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه سلام کربلا. یا علی. از نوکراتم از کرم امام حسن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن، شدم غم تو موندم آخرش مردم با پیرن سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و بلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان. آقا اسممو بنویس بنویس.